این قرارداد اجرا میکنن و ما رو آزار نمیدن. این را رفت تا 1972، در حدود 1972 که همش کلپس کرد در اون موقع و رفت به وزارتخونه ها، هر وزیری هر کاری که دلش خواست کرد. عمده یه چیز همون بود، کار بود از یه طرف که به ما میدادن، نه فقط البته سازمان، به ما دانشگاه کار خیلی مهمی مثل رکتور اتمیکی دانشگاه رو به من داد، ولی اون بغلم این بود که کار سازمان بود همیشه. و به قدری کافی من کار داشتم در تهران که بتونم 100 نفر 120 نفر رو در سالهای 60 اداره بکنم. یعنی این چیز بود، این کاندیشنا بود که به ما پول به موقع میدادن، کار به موقع میدادن و میتونستیم این کار رو انجام بدیم. پروبلم ما در سالهای 60 آدمایی بودن که در دفتر کار میکردن. اگر ببینید من شرکای یک شریک اتریشی داشتم، افراد فرنگی هم میآمدن پیش من، خبر داشتن اینجا میآمدن کار میکردن، اینا هم میآمدن، ولی اون اکسلانسی که لازم بود خیلی مشکل بود پیدا بکنم، برای که خودشون میرفتن از همین محیط استفاده میکنن که یک دفتگاه برای خودشون باز کنن. پس بایستی ما یک حقوق بیشتر میدادیم یا یه جوری میکردیم که بتونن پیش من بمونن. این خیلی کار مشکلی بود، این از همه مشکل در بود، از پرداخت این افراد آخر ما در اون زمان مشکل تر بود. در 1962 من رفته بودم به مکسیکو و ارشیتکتور مکسیکو خیلی رونق داشت اون زمان، و مخصوصا رفته بودم و دیده بودم که یک ساختمان، یک استادیومی کردن که مثل یک آتش نشانه، مثل یک کوه آتش نشان، یعنی از هر طرفش یک شیبی داره، اون وسطش سوراخی که استادیوم واقعی اون توه. این فوق العاده منو گرفت. برگرد وقتی که این کار استادیوم به من رجوع کردن، بخصوص که کار استادیوم هم برای ما محلش رو معین کردن در دره کن. دره کن و ما که دیدیم که بهترین، بایدم به شما بگم که مثل تمام کارهایی که در ایران داشتیم یک بودجه فوق‌العاده تنگی داشتیم که توی این بودجه باید ما یک کار صحیح در می آوردیم. پس بنابراین 80 میلیون تومان پول داشتیم که این ساختمان رو بکنیم. شرکت نفت 15 میلیون تومان بود، ببینید چی بود. در این چیز من دیدم که اینجا تمام اون کاندیشن ها وجود داره که بیایم یه چیز بیشباهت، نه مثل اون، بلی که الهام بگیریم از اون چیزی که دیده بودم در مکسیکو. یعنی بیام یک ساختمانی بکنم که شکل این تپه های کن باشه، بخوره با این دورور انوارمنت، میگیم ما فرنگی ها میگن تو این انوارمنت بخوره، همون رنگ باشه. پس ما تصمیم گرفتیم اولین کار اینه که یک استادیوم بسیم که استخون بندیش خاک باشه و روش بخاطر کافی پهن باشه که خاک باشه. پس این تصمیم که گرفته شد یه تپهی مثل مال مکسیکو. پول نداشتیم جور دیگه بکنیم، با بتون بکنیم مثل اینجا یا مثل جای دیگه.
دفتر فرمانفرماییان علاوه بر طراحی معماری در طراحی شهری و شهرسازی نیز وارد فعالیت شد. از جمله در سالهای 1346 تا 1354 کلیه کارهای غیر صنعتی کنسرسیوم نفت شامل شهرسازی، مدرسه سازی، خانه سازی و ساخت دفاتر اداری در مناطق نفتخیز را به عهده داشت و شهرسازی و خانه سازی مجموعی شرکت مس سرچشمه کرمان، شرکت خانه در کرج، شرکت خانه در اصفهان و شرکت خانه در شرق تهران را انجام داد. اما شناخته شده ترین فعالیت شهرسازی او تهیه نقشه جامع شهر تهران با همکاری ویکتور گروان است. راجب تهران برعکس ساختمان‌های دیگه استاتیک نیست. ما یک نقشه کشیدیم، گفتیم 25 سال دیگه این باید اجرا بشه. برای 5 میلیون نه، به اون کار نداریم. به اسپری چیزی من دارم میگم، به فکر میگم. به فکر یعنی یک نقشه بود که 25 سال طول میکشید، یک نقشه بود که حرکت میکرد، که حرکت میکرد. و این نقشه‌ای که حرکت میکرد برمیخورد به حرکت مردم، اونا هم حرکت میکردن. پس میبایستی یک مردمانی باشن در رأس این کار که فوق‌العاده مصمم باشن، بخوان این نقشه رو، یا یه نقشه‌ای که ممکن بود جانشینش بشه، ولی یک نقشه، یک خواسته، یه چیزی که از نظر تکنیک درست در بیاد، این نقشه رو پیاده بکنن. همچین چیزی در ایران نبود اون زمان، فکر نمی کنم هنوزم هست. این بر می خوره به قانون مالکیت، این بر می خوره به قانون رفت آمد، این بر می خوره به قوانین مالیاتی، این بر می خوره به قوانین عوارضی. من در اون زمان دیدم که نمیدونم به فارسی چی میگن، یوتوپیک، این یوتوپیه اگر بخوایم این نقشه رو اجرا بکنیم. و این همکاری و چیزی که لازم بود که در سازمان برنامه بود در اون زمان وجود نداشت. بنابراین اون تو ساختمان و بعضی از چیز کارها رو انجام دادن، جاده ها رو کشیدن، ولی اصل کار رو توجه نکردن. اصل کار ما یه چند تا مرکز داشتیم، شرقی غربی، یه مرکز شمالی داشتیم و این مرکز مراکز با هم وصل بودن به وسیله ترامواه، به وسیله ترن، به وسیله مترو و قصه هازا و به وسیله جاده. این قسمتایی که شد، قسمتای فیزیکش شد، ولی در عوض ما یک برای تمرکز مردم، دنسیتی، یک مراکزی پیش بینی کرده بودیم که این مراکز عوض شد، رفت شمال به جای اینکه این وسط بمونه. پس رفت آمد ایران، رفت آمد افراد در ایران، در تهران به جای اینکه شرقی غربی بشه شد شمال جنوبی. پس از حدود چند دهه که از تهیه طرح جامع می‌گذرد، هنوز دستگاه شهرسازی کشور موفق به تجدید نظر در این طرح و تهیه طرح جدید که برای هماهنگی با تغییرات شگرف 30 ساله اخیر لازم است نشده است. الان در پاریس شما چیکار میکنید؟ من چه میکنم؟ دارم دیگ میکنم در پاریس. آقا دیگ میکنم، مثل همون فکر تهران میکنم، فکر کار میکنم. من زیاد پیر شدم برای اینکه بتونم کار بکنم، ولی در باوجود این آدم فکر میکنه، فکر
فکر میکنه که اگر تهران بودیم چه کار میکردیم؟ فکر میکنه تمام این اگزایل چی میگن به فارسی؟ بله خیلی کار مشکلیه.